سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران با ماست. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای جوادی، با توجه به درگذشت فتح الله گلن، لطفاً به صورت خلاصه برای بینندگان ما درباره زندگی سیاسی، اجتماعی، دینی این روحانی اهل تسنن ترکیه و تأثیر او بر این تحولات کشور و سایر کشورها توضیح بفرمایید. خدمت حضرت عالی، بینندگان عزیز و همکاران گرامی، آقای فتح الله گولن که متولد سال 1941 در استان ارزروم ترکیه است، به عنوان یک روحانی سنی مذهب حنفی تا سال 1980 در ترکیه بودند و از طرفداران سرسخت جدایی دین از سیاست. خب از نظر این نظریه با جناب مصطفی کمال آتاتورک هم عقیده بودند. ایشون مشغول تدریس نسخه پیشرفته از اسلام به عنوان اسلام آناتولی بودند که مبتنی بر آموزه های ایشون و نهله یه عالم مورد پیرویشون که آقای سعید نورسی بودند. ایشون در ابتدا با حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان مناسبات خوبی داشتند، ولی به تدریج خب به هر حال طبیعی اختلافاتی پیش اومد و مسیر رو از هم جدا کردن. کتاب های زیادی رو نوشتن که بیشتر درباره عدالت اجتماعی و گفتگوی ادیان و صلح جهانی که از پدیده حجاب هم حمایت می کردن و پیروان خانم ایشون اکثرا روسری دارن. سال 1999 موقع که ایشون به آمریکا رفتن برای درمان، بنابر بعضی از توصیه ها دیگه به ترکیه برنگشتن. خب به هر حال وضعیت جسمی مناسبی رو نداشتن. تو ملک خودشون تو ایالت پنسیلوانیا تقریبا منزوی بودن، تو محافل شرکت نمی کردن. در سال 2016 که اتهام دخالت در کودتا رو رد کردن، بعد از اون مورد در حقیقت تعقیب از سوی دولت ترکیه بودن که به هر حال با توجه به مطالبی که عرض می کنم خب مورد حمایت آمریکا بودن و یکی از موارد اختلاف ترکیه و آمریکا همین بود. خب ایشون همکاری خوبی رو با CIA داشتن و توجه به شبکه وسیع تربیتی و جمع‌آوری اطلاعاتی که داشتن در کشورهای آسیای میانه و در حقیقت شرق اروپا به نام جنبش گولن یا فتو، از این جهت مورد حمایت آمریکا هم بودن و به نظرم با فوت ایشون خب یکی از موارد پرونده های مرموز مورد اختلاف واشنگتن و آنکارا به ظاهر حل خواهد شد. بله. خب به هر حال خیلی هم داشتم که اشاراتی رو فرمودید و در گزارش من یه نقطه نظر ایشون رو راجع به شیعیان هم بگم و فکر میکنم تقریبا تونستم منظورم رو برسونم. ایشون میگن که اگر هفت عالم یک جا جمع بشن، تو یکی از سخنرانی‌هاشون گفتن، من هرگز به ایران نخواهم رفت به عنوان پایگاه تشیع، و اگر راه بهشتم از ایران بگذره من میپرسم آیا راه دیگری هست. و ایشون میگن باز ممکنه این نفرت و زیاده روی به نظر بیاد، ولی نظر من اینه و از دیرباز به این رافضی ها به چشم افراد ریاکار، منحرف و تفرق انداز در دنیای اسلام و آلت دست یهود نگاه میکنم. امیدوارم خداوند همه ما عاقبت به خیری بده و به هر حال شاید در اثر مرور زمان اطلاعات بهتری بیرون بیاد و بشه راحت راجع به سابقه سیاسی ایشون اظهار نظر کرد. بله، ممنونم از شما. ممنونم از شما سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران.